سلام، امروز میخواییم بگیم که بدون باز کردن موتور دناپلاس توربو دنده دستی و ECU بوش، 5 دنده دستی و ECU بوش چه اتفاقی میفته اگر تمامی اون چیزهایی که میشه تو استیج اول انجام داد رو مثل ریمپ با داینو، مثل لوله زیر، مثل استفاده کردن از هدرز، استفاده کردن از کیت مکش و هر چیزی که توی اون استیج بدون توربو آپگرید اتفاق میفته داشته باشیم. پس با ما همراه باشید روی داینو ببینیم که این اتفاق به چه شکلی خواهد افتاد. توی ران اول یا همون ران صفر ماشین که ماشین از هیچ تنظیمی استفاده نکرده، چون توی این حالت تنظیم سوخت و جرقه مطمئنا به هم میریزه و همونجور که میدونیم استفاده کردن از هدرز که البته توصیه ما نیست در حالتی که توربو آپگرید انجام نشده، باعث میشه که گشاور به دورهای بالاتری انتقال پیدا کنه. توی دناپلاس‌های اتوماتیک جدید دیدیم که جنس هدرز تغییر کرده و استیل شده که اتفاق خوبیه، حرارتگیریشون هم تغییر کرده. اما شکل هدرز رو تغییر دادن میتونه برای استیج‌های بعدی بیشتر مناسب باشه. اما توی این استیج اگه استفاده کنیم میبینیم که گشاور به دورهای بالاتر منتقل میشه. ضمن این که ماشین در حالتی که سوختش اصلاً تنظیم نباشه و جرقه‌های ماشین اصلاً تنظیم نباشه، می‌بینیم که هولوهوش 158 اسب البته در حالت سرد و 250 نیوتن متر گشتاور رو میتونه داشته باشه. اما با تنظیم به کجا خواهد رسید؟ این ماشین بعد از تنظیم باید عدد مناسبی رو بگیره، همونجور که می‌بینیم چون عدم تنظیم رو کاملا مشهوده که داره. پس با ما همراه باشیم ببینیم توی اون استیج بعدی بعد از تنظیم شدن چه عددی رو میشه عدد نهایی رو این ماشین با توجه به بنزین مصرفی کشور پیدا کرد. همینجور که میبینین در حال تنظیم سوختش هستیم. اول از همه که مهمترین چیزم در خودروهای توربوشارژ تنظیم سوخته، تنظیم سوخت به هوا یا همون AFR این ماشین که البته در هر خودروی مهمه، در توربو پاشنه هاشیل حرکت اون ماشینه. چیزی که داریم میبینیم عدد به 172 اسب رسیده، 264 نیوتن متر گشتاور که توی این کار کرد کلوش 130 تا و ماشین هم توی شهرستان داره تردد میکنه، میتونیم با احتیاط هم جلو بریم و جرقه‌هاش هم نسبت به سوخت تنظیم کنیم. اما چیزی که هست توی این ماشین، اگر بیایم یک فرض رو بزنیم برای اینکه مثلا اینترکولر با اینترکولر سایز مناسب تری جایگزین بشه، نه سایز خیلی بزرگتر نه سایز خیلی کوچیکتر، توی توانایی‌های حرکتیش باعث میشه که ماشین دور میانی مناسب تری داشته باشه، توی خنک کردن هوای ورودی به دریچه گاز کاملا موثرتره نسبت به اینترکولر فابریکی که اگر میخواهید در انتهای استیج یک بهش برسید بهتون توصیه میشه آیا بلو آف استفاده کنید. بلو آف چون کاملا جنبه تزئینی توی این استیج داره و فقط برای صدای بلو آف میشه استفاده کرد و استفاده از واتر متانول برای شهرهایی که بنزین مناسب ندارن میتونه مناسب باشه. توی تهران و شهرستانهایی که بنزین مناسب تری حداقل قابل دسترس داره توصیه بر استفاده واتر متانول نداریم، مگر اینکه ماشین دیگه توی استیج دیگه‌ای باشه که استفاده از واتر متانول الزامی کنه. نکته بعدی کشیدن شارژ پایپ یا همون لوله هایی که به دریچه گاز میره، آیا این کار الزامیه؟ میتونیم از شارژ پایپ خودش یا همون لوله های سیلیکونی خودش به خاطر انتقال حرارتی بهتر استفاده کنیم. اما وقتی که میخوایم اینترکولر روی دناپلاس وصل کنیم باید که اون لوله های متصل هم تغییر پیدا کنه. خب توی اون موقع میشه اونا رو کاملا استیل کرد و عمر بالاتری نسبت به اون سیلیکونی هاش دارن و ولی جای سنسور مپی که اون وسط هست کاملا باید درست در بیاد. در نهایت توی این ماشین با سر 30,000 تا کار و استفاده از قطعاتی مثل هدرز و دانپایپ و لوله زیر و
و کیت مکش به همراه ریمپی که روی داینو انجام شده به عدد 177 و 271 نیوتن متر گشتاور رسیدیم. این عدد نسبت به حالت فابریک این ماشین که هول و هوش 140 اسبه و بعد از استفاده از این قطعات که باز هم در حالت فابریک 158 اسبه، میبینیم که افزایش چشمگیری ضمن حفظ گراف گشتاور و اسبه بخار داره. ما همیشه از دناپلاس ایسیو بوش تعریف کردیم و به خاطر این تعریف کردیم که ECU مهارت‌های کنترلی و مهارت‌های سیف کننده بهتری روی موتور نسبت به ECU‌های چینی جدید داره، هرچند که دناپلاس اتوماتیک هم به صورت تخصصی داریم انجام میدیم، اما چیزی که داریم می‌بینیم توی ECU بوش عملکرد بهتر، اسب بخار بالاتر، ضمن حفظ گراف گشتاور و در نهایت هم که با یه سری قطعات خیلی ساده از نظر تیونینگی میتونید اسب بخار و گشتاور بالایی بگیرید، حتی توی کارکردهای بالا با بنزین بی‌کیفیت.